بشه شما سبا نسلیخ پنجمین روز از اثر دیمهت رو سپری میکنیم همگیت میلوفلین در خصوص اهمیت این روزها نکته زیبایی رو عنوان میفهمان ایشون میگن که یه وزیر بود که بچه ای داشت که خیلی به اون علاقمند بود و اون بچه بسیار مستعد بود و از بهره هوشی خیلی بالایی برخوردار بود و اون وزیر به خاطر اینکه میخواست آینده بچهش رو تأمین کنه آمد و برنامه رو ریخت که این استعدادها بی خود و بی کور نشند و از بین نرند و انگامی که بچه اون علوم مقدماتی رو فرا گرفت و یک مقدار بزرگتر شد اون وزیر تصمیم گرفت که بچهش رو بفرسه در پایتخت یک جایی که به حال امکانات بسیار بیشتری هست برای اینکه اون بچه بتونه علوم لازم رو فرا بگیره و بعد انگامی که بزرگ میشه با اون درسهایی که خونده از یک سو و تجربی که پدر بهش یاد میده اونم بتونه یک فرد مثمر سمر و مؤثری برای کشورش باشه انگامی که همه برنامه ردیف شد وزیر آمد و به بچهش گفت که ببین الان موقع اون فرار رسیده که تو مدتی به پایتخت بری من همه چیز رو برات ردیف کردم همه کارها جفت و جور هست بری اونجا و چند سالی اونجا تحصیل کنی اونجا یک منزل بسیار عالی و خوبی برای تو فراهم هست و اون افرادی که اونجا هستن من بهشون پول دادم از همه نظر هوای تو رو دارن غذا و پوشاک و محل خواب تمام اون چیزهایی که لازم داری رو برات فراهم میکنن و تو فقط باید بشینی و درس تو بخونی و بتونی هرچه سریعتر اون درس ها رو تموم کنی و برگردی که من تجربه دیگری رو هم به تو یاد بدم و اون موقع تو دیگه یک فردی باشی که بشه روت حساب کرد و اون مسئولیتی که به سپرده میشه رو بتونه به خوبی به مرحله اجرا بگذاری بلتب انگامی که وزیر میخواست از بچهش خداحافظه کنه مبلغ زیادی پول بهش داد که همراهش باشه و با یک قافله ای که مطمئن بود بچهش رو روانه سفر کرد و انگامی که عرض شود اون کاربان حرکت کرد و اینها به اولین اقامتگاه بین راه رسیدن که یک استراحتی کنند و فردای اون روز دوباره به راهشون ادامه بدن اون فردی که صاحب اون مهمانخانه بین راه بود دید که یک نوجوانی که خیلی خیلی ناز پرورده است و مشخصه که از بچه های ثروتمندی هست آمده و این بود که گفت حیف است که من بخوام این شکار رو از دست بدم و از اونجایی که میخواست که قول معروف تا اونجایی که امکان داره پولهایی که اون بچه و امراش هست اونها رو ازش بگیره نه اینکه حالا به زور برحال بر حال برنامه‌ای براش داشت این بود که اومد و خیلی خیلی با احترام با اون بچه با اون نوجوان رفتار کرد و انبو و اقسام غذاها رو براش آورد و نگومی که اون بچه از اون غذاهای خیلی خوشمزه نهایت لذت رو برد و موقع اون شخصی که صاحب مهمانخانه بود و واقعا میدونست که باید چه کار کنه آمد و یعین خیلی کهنه ای رو ورد و اون یعین رو به اون بچه داد و بالاخره تمام برنامه رو طور ردیف کرد که این بچه از اون قافل جا بمونه و فردا انگامی که بچه دیر وقت از خواب بیدار شد دید که بله اون قافله رفته و اون شخصی که صاحب مهمانخانه بود گفت هیچ مشکلی نداره شما اینجا بمونید قافله بعدی که اومد همه چیز به خوبی ردیف میشه و این بود که هر روز از روز قبل غذاهای بهتر و های خیلی خیلی عالیتری رو از اون بچه به عمل میورد و اون بچه دیگه یواش یواش فکرش فقط و فقط معطوف شد به اینکه در این مهمانخانه داره میخوره و میخوابه و نهایت لذت رو میبره و با وجودی که باباش بهش سفارش کرده بود که حتما براش نامه ای چیزی بنویسه این دیگه اصلا این مطالب از ذهنش رفت بیرون و بعد از گذشت مدت زمانی پدر دید که هیچ خبری از بچهش نیست و به هر حال پیغامی فرستاد ببینه که آیا بچه رسیده به مقصد آیا مشغول درس هست و اون جایی که براش اجاره کرده بودن رو انگامی که جویا شد اونا گفتن که اصلا اون نوجوانی که باید بوده بیان نیمده به هیچ وجه این بود که وزیر خیلی خیلی دلواپس شد و تصمیم گرفت که خودش بیاد و بره ببینه که و از به چه صورته انگامی که آمد و در حال تحقیق کرد ببینه که این کربان سرایی که در حال به عنوان یک مهمانخانه بین راه است در کجا قرار داره و اون قافله در کدام مهمانخانه بین راه استراحت کرده و اینها رسید به اون نزدیکی ها و انگامی که وارد اون مهمانخانه شد دید که بله بچهش نشسته و یک میزی مملو از غذاها و میوه ها و انواع و اقسام چیزها جلوش هست و بچه به محض اینکه پدرش رو دید تازه یادش اومد که برای چی باباش اون رو فرستاده بوده که از خونه بیاد بیرون و چه هدفی رو باید بوده دنبال کنه ولی اینجا الان دیگه اصلا قول معروف در اثر این اقداماتی که اون صاحب مهمانخانه انجام داده فراموش کرده اون هدفش رو و همین که بابا شدید یک لرزی به وجودش افتاد و آمد افتاد رو پای پدرش و شروع کرد به گریه و معذرت خواهی و گفت که پدر من از اینجا به بیرون چون که این صاحب مهمانخانه من رو واقعا اغفال کرد و طوری عواص من رو پرد کرد که اصلا من دیگه یادم رفت که برای چی از خونه اومدم بیرون و به هر حال اینجا بود که اون وزیر متوجه شد که خب بچه کم تجربهش افتاده در دام لزایز زودگذر دنیا و هدف اصلی رو فراموش کرده حالا این دقیقا حال و وضع ما است که نقدش ما رو در این دنیا آورده و انواع و اقسام نعمت ها رو به ما داده و حت در هر لحظه زندگی ما رو تضمین میکنه رزق و روزی بهمون میده سلامتی بهمون میده امکانات مختلف بهمون میده برای چی برای اینکه ما در راه هشم باشیم ولیکن متاسفانه ما هدف اصلی رو فراموش میکنیم و غرق میشیم در امور مادی و اینجاست که در اثر دیمیت شوا یعنی از روششانا انگامی که پوردگار بر کرسی دین میشینه اشم میاد و دنبال ما میگرده میاد بین ما میاد ببینه که واقعا ما در چه وضع هستیم و انگامی که ما این حال و هوا رو حس میکنیم میگیم که پروردگار بزرگ ما معذرت خواهی میکنیم اشتباه کردیم راه صحیح و اون هدفمون رو گم کردیم و الان میخوایم برگردیم و در راه تو قرار بگیریم و مطمئنا پروردگار بزرگ با آغوش باز پذیرای ما هست ما رسیدیم به مشنای سوم از فصل سه پیرقه هاوت می فهماد مشنا ربی خنینا بین تردیو و شنایم و این بینه هم دیور تورا عرضه مشاولتیم شنمر اوف مشاولتیم اول، شنیم شه یوشویم وش بنهم دیورتورا تورا شخینا شروریا بنهم شنمر ازنید برو ایرقه ادنای ایش ال رعهاو و یکشو ادنای و ایشماع و یکاتو سه زکارون لفاناو ل ایرقه ادنای اولخشوه شمو فیلن این قسمت اول رو مورد بحث قرار بدیم تا بهحزرت شم به قسمت دوم میشنا در روزهای بعد برسیم ربی خنرا بن میفهمد که دو نفر که نشستن و بین اونها دیورتورا نیست در حقیقت این یک محل و مکان و مجلسی است که متعلق به افراد استهزا کننده و افرادی است که در حقیقت متاسفانه اون موقعیت زمانی رو از دست میدن همانطوری که پاسخ داریم که میفهمد فرد عاقل فرد صدیق کسی است که در چنین جاهایی که صحبت است که مملو بر مملو از صحبت های و صحبت های ناجور هست نمیشینه ولی که دو نفر که بشینن و بین اونها دیورت را باشه نور شخینا بین اونها است همانطوری که پاسخ داریم که میفرماد اون موقع ترسندگان خداوند یکی با دیگری صحبت میکنند در خصوص تورات نوقدوشا و پروردگار توجه میکنه و به حرفای اونها گوش میده و در حقیقت به عنوان امتیازی این کار اونها در حضور پروردگار بزرگ ثبت میشه که اشمیت برخ بلتب اون افراد رو به دلیل این اقدامی که دارن مورد عنایت خودش قرار میده سوالی که اینجا مطرح هست میفهماد که چرا روی خنریا به تردیون میفهماد دو نفر که نشستن و بین اونها دیورتورا نیست این مشبلتیم هست مجلس استعزا کنندگان مجلس مسخره کنندگان هست چرا نمیگه که دو نفر که نشستن شنیم شیوشویم و این اسکیم به تورا و به تورا مشغول نمیشن این سیم هست چرا به این صورت به سلا نکته عنوان میشه که نشستن و بین اونها دیورتورا نیست در جواب میفهماد که منظور ربیخانی را به انتردیون اینه که دو نفر نشستن و هر کدومشون تنها دارن تو رو میخونن در حالی که ما در یک سوجه در یک بحث هستن اون برای خودش میخونه اون برای خودش میخونه و اینا نمیان دو نفر با هم دیگه مشغول به آموزش تو را بشن این در حقیقت یک مجلسی است و یک به قول معروف محفلی است که اونها ایجاد کردند که عملا دارن همدیگه رو مسخره میکنن چرا اینها با هم نمیخونن به خاطر اینکه نفر اول نفر دوم رو مسخره میکنه و میگه که من کجا اون کجا اصلا علم ما در یک سطح نیست من خیلی بالاتر از, از اون هستم که بخوام بیام و با این فرد بشینم تو رو بخونم و نفر دومم هم همین دید رو نسبت به نفر اول داره و به هر حال تو دلش میخنده و اون رو مسخره میکنه پس اینجاست که میگه این افراد نه که نشستند و به تو را مشغول نیستند نه به تو را مشغول هستند ولی و این بنه هم دیوره تو یعنی تو را یک حالت اشتراکی بین اونها نداره اینها مشترکن به تو را مشغول نیستن هر کدوم تک نشستن با وجودی که همون که کردیم همون سوژه رو دارن میخونن همون درس رو دارن میخونن ولی که این به دلیل اینکه نمیخوان به یک دیگر احترام بگذارن و نمیخوان علم دیگری براشون در حال مطرح باشه ترجیح میدن که تنها بشینن پس اینجاست که میفهمد انسان باید دقت داشته باشه در رای آموزش تو را نقدوشا هیچ چیزی بهتر از این نیست که انسان از همه مطلبی رو یاد بگیره و هیچگاه خودش رو به عنوان دانای کل مخصوصا در امور معنوی و و نقدوشا فرض نکنه و به سوم نیاره برای اینکه اگر واقعا این مطلب در دلش است که اون فقط بلده و دیگران چیزی نمیدونن و میشینه فرد دیگری هم کنارش است و اینها میخوان همون سوجه رو بخونند ولی که این ترجیح میدن تنهایی بخونن به خاطر اینکه نمیخوان به علم و آگاهی یکدیگر احترام بگذارن این تبدیل میشه به مشبلتزیم یعنی یک محفل و یک مجلسی که اینها دارند در دل یکدیگر رو مسخره میکنن ولی که انگامی که با هم میشینن و تو رو میخونن و نیتشون است که تو رو بهتر بفهمند و خوب به اونها توجه میکنه و لطفش رو شما دوله اونها خواهد کرد روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همه آرزومندیم شلو